تحقیق و پژوهش در رابطه با تاریخ بابیه در ایران به ویژه دهه نخستین اون و قبل از اینکه به دو شعبه ازلی و بهایی تقسیم بشن و رقابت‌های تازه‌ای در خارج از قلمرو ایران صورت بگیره، اصولاً معطوف بودش به منابع فارسی و گزارش‌هایی که در دهه‌های بعد تنظیم شده بود و پویش و تکاپویی که اونها داشتن در جغرافیای سیاسی ایران آن روز. اما در فضای فراسرزمینی ایران که زمانی در پیوستگی با جغرافیای سیاسی ایران بوده، یعنی عراق عرب، هم حضور فراگیری داشتن. در سال 1263-1847 میلادی وقتی که اجتماعی در کاظمه متشکل از 70 نفر از بابیان تشکیل میشه، پرسش اصلی آنها این است که آیا طاهره قرة‌العین که بعدها میگن یکی از شخصیت‌های نخستین بابیه هستش، رو ما 3 سال بعد از دعوت بابی‌ها به عنوان نقطه شرکیه بابیه بدانیم یا به عنوان یک بابیه با ایمان. هیئت ظهوری که تصمیم میگرفتن چگونه این تکاپو و این خیزش رو در ایران تحت حمایت قرار بدن، در خارج از قلمرو سیاسی ایران قرار گرفته بودند. لذا ما فقط انعکاس اقدامات و تصمیمات و سیاستگذاری های اونها رو در قلمرو ایران به عنوان تاریخ بابیه میشناسیم.